گاهی می آمد نزدیک نزدیک، در گوشم می گفت زود باش، بچه ها را زود بزرگ کن، سر و سامان بده، چقدر طولش می دهی؟ باید زودتر از اینجا برویم، فقط منتظر تو هستم. به جان خودت قدم، این بار تنهایی هم به بهش نمی روم. خیلی وقت از اینجا نشستم، منتظر تو هم. دستت را به من بده، بقیه راه را باید با هم برویم. کتاب خاطرات مادرم هست از دوران کودکیشون شروع میشه، با آشنایی با پدرم، دوران آشنایی، نامزدی، خواستگاری و ازدواجشون ادامه پیدا میکنه تا وقت ازدواجشون، مراسم عروسی، به دنیا آمدن تک تک ما پنج بچه نقش میبنده تا لحظه شهادت پدرم. خیلی خوشحالم که امروز جلسه برگزار شده و داریم در مورد کتاب صحبت میکنیم. من فکر میکنم داریم از کتاب تقدیر میکنیم و این خوبه که از کتاب تقدیر کنیم. ضمن این که عرض ادب و فروتنی میکنم خدمت خانواده معزز شهدا که تو این جمع حضور دارن، من واقعا خادم این خانواده ها هستم و حس میکنم که یک افق روشنی در زندگی من پیش اومد که وارد این حوزه شدم. میچرخید و میگفت خدایا شکرت، خدایا شکرت. به هول از جا بلند شدم و بچه رو از دستش گرفتم و گفتم چه خبر شده؟ بچه رو چه کار داری؟ این بچه هنوز یک ماهش هم نشده، چلگی دارد، دیوانهش میکنی؟ شانه هایم را گرفت و تکانم داد، بعد سرم رو بوسید و گفت قربان تو و بچهت بروم که انقدر خوش قدمید. کتش رو از جا لباسی برداشت، ماتم برده بود. گفتم کجا؟ گفت می روم بچه ها را خبر کنم، امام دارد می آید. قدم خیر محمدی کنعان باعث شد که ورود جدی داشته باشم تو این حوزه که قدمش بسیار خیر و مبارک هست. این هدیه الهی بود که روز تولد حضرت فاطمه، روز زن، خانم زهرا بیضاد زنگ در خونه ما رو زدن و گفتن که چون مجتمع هست بیا پایین کارت دارم. من زنگ رو زدم گفتم تشریف بیاریم بالا، وقتی که تشریف بردم بالا کتاب رو دادن دست من، گفتن این هدیه من به شما. این شهدا اگه رفتن زن و بچه هاشون رو به ما سپردن. قطعا حاج ستاری آدمی بود، یک فرماندهی بود که هر وقت هر رزمندهی از ایشون یاد میکنه میفرمان که همیشه لبخند رو لبشون بود و بسیار عاطفی و بسیار علاقمند به خونه و خانواده. اما اون چیزی که باعث شد که ایشون حالا علاوه بر اون تعهداتی که داشتن رفتن و میدونستن که در حقیقت این کارزار در حقیقت به شهادت ایشون میانجامه، اما فکر میکنم از طرف ما خیلی مطمئن بودن. بچه ها رو بغل کرده بود و دور اتاق میچرخید. نگاه من به هم گره خورد. بعد از 4 ماه همدیگر رو میدیدیم. اشک میریختم. پرسید کجا بودی؟ گفتم نانوایی. نگران بچه ها بودم، آمدم سری بزنم. گفت بمان، من میروم. چادرم را از سرم درآورد و پوتین هایش را پوشید. خندید و گفت تا 20 بشماری برگشتم. صورت بچه ها را شستم، خانه را مرتب کردم. وقتی برگشت همه چیز مرتب بود، بوی غذا خانه را پر کرده و آفتاب وسط اتاق بود. در و دیوار خانه به روی من میخندید. گلعلی بابایی عزیز که مثل اسمش گل هست رو تقدیم میکنن باز هم به سرکار خانم ابراهیمی. این امضای آقای حمزاده زیلش هست. و هدیه بعدی رو هم از طرف آقای سید نظام الدین موسوی همسر شهید رحیمی تقدیم کنم که عالی عالی میشه.